درود به شما دوستان خوبم. بچه ایرانم برگشتم بالاخره. یه چیزی بگم. بخندین. من خیال کردم خیلی زرنگی کردم. اینو میبینید؟ این یک دست پاسور یا ورقه که از کشور قبرس من خریدم. خب با چه ترس و لرزی من اینو با هزار جور قایم کردن این ور اون ور آوردم. بگو خب آوردیم اینجا. بعد خیلی خوشحال بودم که تونستم از فرودگاه ردش کنم و بیام خونه. بعد برای دوستم نشونش دادم و بیچاره خیلی وقت پاسور آزاد شده، الان داره خرید و فروش میشه. البته بازی هنوز جرم داره ولی پاسور دیگه آزاده، کسی باهاش کاری نداره. آقا منو میگی مثل یه بار رفتم که این همه جون کندم، این همه قیافمو طبیعی نشون بدم، سلام علیک بکنم، خلاصه این همه فیلم بازی کنم که یه دست ورقو بیارم خیر زرم. نگو این آزاد شده. ولی خب خیلی جالبه، نگاه کنید تمام عدداش ایرانیه. شنیدم این مدل تو ایران هم هستش، 300 400 500 تومان شنیدم. نه من اینا هدیه گرفتم اونجا از یه فروشگاه، گفتم I'm Persian. بعد راستی یه چیز راجب قبرس بگم، تازگی متوجه شدم. اینو میدونستید که ما حدود 221 سال در زمان پدر کوروش حاکم قبرس بودیم و قبرس رو به عنوان دو منظور استفاده می کردیم؟ می دونید چه چیزی؟ یک، به عنوان انبار شراب و دو، به عنوان محل جمع‌آوری حیوانات دربار و احشام مردم. یعنی به زبون ساده خر از قبرس می آوردیم و شراب. و قبرس برای ما یک روستا و دهات بود، یکی از استانهای دور افتاده ما بوده. به مدت 221 سال ما حاکم بلا منازع کشور قبرس بودیم. حالا اینو میخواستم بگم، نگاه کنین عددا، اینو خود مغازه داره، وقتی فهمید من پرشیانم اینو داد بهم. بعد این عدداش ببینید فارسیه. و بجز این ببینید جوکرش، میدونید چه شکلیه؟ اینجا رو ببینید گوشی، اینا جوکرش فروهره، فروهر، اینا جوکراشه. خب و این دست ورق برعکس تمام ورقای کره زمین، به خاطر اینکه برای ایرانیات درست شده، دو کارت اضافه داره. میدونید اون دو تا کارت چیه؟ بعد بگردم پیداش کنم تا بهتون نشون بدم. خیلی جالبه، صبر کنید. اینو میخواستم ببینید، نگاه کنید این نقشه امپراتوری پدر کوروشه که از مرز چین آغاز میشده تا به کشور یونان. و همینطور که میبینید قبرس به عنوان محل انبار ما استفاده میشده. حالا اینا میدونین چه شکلیه که این شکلی نقشه ایران دیده میشه؟ انقدر امپراتوری ایران پهناور و بزرگ بوده که اون کمپانی تولید کننده این کارت مجبور شده دو کارت رو، توی یک کارت نمیتونسته، دو کارت رو چاپ کرده به عنوان اضافه و اشانتیون به این شکل، خب که نقشه ایران رو بتونه ترسیم کنه. چه بودیم و چه شدیم؟ و این دست کارت، حالا اگر میخواید بدونید چیه، مال این کمپانی معروف ترین تولید کننده پاسور در جهان، کمپانی به نام بایسیکل، دوچرخه معروف ترین. هم نشانه فروهره. البته این خیلی اشتباهه، چون پدر کوروش اصلا زرتشتی نبوده و ما نشانه فروهر میانه ای نداشته. من نمیدونم اینو چرا به اون میچسبونن. ایشون بد نیست که بدونید میترائیسم بودن. پدر کوروش تابع دین میترا بودن و میترائیسم بودن، یعنی به نوعی خورشید پرست حساب میشن. و نشان فروهر هیچ ارتباطی با پدر کوروش نداره. و همینطور که میدونید کوروش یکی نیستش، کوروش ها سه تا هستن. و کوروش اصلا نام نیستش که ما امروز به عنوان نام ازش استفاده میکنیم. کوروش یک لقبه به معنی کر اوش، یعنی خورشیدزاده، فرزند خورشید. کر یا کره، کره، کر، دوستان لور من، دوستان کرد من میدونن کره یعنی پسر، یعنی آدم، مرد.
وش یعنی خورشید، کرا وش یعنی فرزند خورشید، زاده خورشید. و این کوروش ها سه تن بودن، کوروش نخست، کوروش دوم، کوروش سوم. کوروش یکم یا کوروش نخست بسیار آدم پست و عوضی بوده، یک بی‌سر و پایی بوده، از جمهوری اسلامی بدتر. و کوروش آخر هم زیاد آدم جالبی نبوده. این کوروشی که نام در کرده، اسمش خیلی معروف شده، این کوروش دوم هخامنشیه که قوم یهود مسیح، میگم قوم یهود، بله قوم یهود، یهودی ها ایشون رو میدونید چه نامی برش دادن؟ اگه گفتید به ایشون میگن مشیح، یعنی مسیح. و دلیل این که مسیح ناصری به صلیب کشیده شد همین بود که اومد گفت من مسیح هستم. خاخامای یهود خیلی بهشون برخورد، فلان فلان شده، تو مشیحی، تو موشه‌ای یا همون مسیحی، موشه مسیح پادشاه ایرانه، تو کی هستی که میگی من موشه هستم؟ ارتداد بهش دادن و حکم مرگشو به خاطر همین واجهی که من مسیح هستم صادر کردند. خب به همین دلیله که هنگام مصلوب کردن عیسای ناصریه روی سرش تاجی از خار گذاشتن. میدونید چرا؟ اومدن گفتن تو میگی من موشه هستم، من مسیح هستم. اون موشه ما، اون مسیح ما پادشاه بود و تاج داشت، تو هم باید تاج داشته باشی. به همین دلیل یک تاجی از خار درست کردن و رو سرش گذاشتن. یهودی ها به مسیح باور دارن، برعکس این که میگن یهودی ها دشمن مسیحی ها هستن، دشمن اینا، نه، یهودی ها اتفاقا خیلی مسیحی هستن، اما اونا مسیح و عیسای ناصریه نمیدونن، اونا مسیح و موشه یا موسیا، همون کوروش هخامنشی میدونن. و آیا این هم میدونستید که یهودی ها در عبادات روزانه، در نمازهای روزانه خودشون دو بار برای موسی از خدا تشکر میکنند؟ فقط دو بار بابت موسی از خدا تشکر میکنند، اما 22 بار بابت کوروش هخامنشی از خداوند تشکر میکنند. حالا به نظر شما آیا قوم یهود با ما دشمنه؟ من نمیدونم، تا رأی و داوری تو دوست عزیزم چه چیزی باشه. این جالب بود، خواستم ببینید. خلاصه این دسته ورق برام شد خاطره که با چه ترسی آوردم. موفق باشید بچه ها، ببخشید ساعتونو درد آوردم، جیگر همتونو.